جنگ با عراق، دفاع مقدس یا سرپوش اختناق، روایت غیر حکومتی از جنگ ایران و عراق. با سلام و روز بخیر. حتما زیاد شنیدید که خمینی پس از آغاز جنگ با عراق این جنگ رو موهبت الهی توصیف کرده بود. چرا برای خمینی جنگی با بیش از 2 میلیون کشته، معلول و مجروح و 1000 میلیارد دلار خسارت و چند میلیون آواره موهبت بود؟ البته اینم بهتون بگم، اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته بود. من اعتقادمه و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم. زیر سایه جنگ بود که تونستیم گروه ها رو سرکوب کنیم. به این ترتیب اولین فرمانده سپاه پاسداران اعتراف میکنه که جنگ سرپوش اختناق بوده. اجازه بدید همین رو کمی باز کنیم که وقتی میگیم جنگ سرپوش اختناق بود یعنی چی؟ ما نه به دوست بلکه نیاز به دشمن داریم. وقتی یک حکومت دچار ضعف مدیریتی است، وقتی نتواند نیازهای ابتدایی مردمش از قبیل نان و کار، رفاه و امنیت و اعتبار و آسایششان را تأمین کند، کشور به سوی انقلاب و سقوط حکومت پیش می رود. در چنین حالتی حکومت باید اذهان عمومی را به سوی یک موضوع فرعی اما بزرگ منحرف کند. باید وارد یک جنگ شد. حکومت باید برای ملت دشمن بتراشد. دشمنان خارجی، دشمنان داخلی. اگر دشمن واقعی پیدا نشد، حتی دشمن خیالی. در جنگ ها و بحران هاست که مردم بدبختی های مالی و شغلی و شخصی و معیشتیشان را فراموش میکنند و با حکومت همدل میشوند و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدین داخلی است. این سخنان جوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر بود که اگرچه نزدیک به 80 سال از اون میگذره اما به دقیق ترین صورت اهداف و انگیزه های خمینی رو از جنگ ضد میهنی با عراق توصیف میکنه. ما یک جریانی در داخل کشور داشتیم به اسم تظاهرات دیپلم‌های بیکار توی استانا، تظاهرات زنان علیه حجاب. سرازیر شدن سلاح به ایران، گرفتن منبع. خب اینا یه پروسه‌ای میرسید، شاید اگر تحلیل نمیشد اون پروسه ها قبل از جنگ به نتیجه میرسید. این اشاره شمخانی دقیقاً انعکاس واقعیت جامعه ایران در 19 ماه اول حاکمیت خمینی قبل از جنگه. دورانی که مردم انتظار داشتند خمینی وعده هایی که تو نوفل شتو و روزهای نخستین پس از به قدرت رسیدنش در بهشت زهرا داده بود رو عمل کنه. اما خمینی نه توان و نه اراده پاسخگویی به مطالبات برحق مردم رو نداشت. یکی از مهمترین مطالبات مردم پس از 57 سال سرکوب و دیکتاتوری پهلوی، خواسته برحق مردم کردستان برای خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران بود. خمینی به این خواسته برحق مردم نه تنها تن نداد، بلکه در مرداد 58 طی یک سخنرانی فتوای سرکوب مردم کردستان را صادر کرد و آخوند خلخالی با شقاوت به کشتار مردم کردستان مبادرت ورزید که قتل عام روستای قارنا تنها یکی از موارد آن بود. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی آمد. بله، جنگ با عراق سرپوش اختناق بود، اما
اجازه بدید برگردیم به سوال اصلیمون. سوال این بود که اگر جنگ با عراق برای منحرف کردن مطالبه اصلی یعنی آزادی و سرپوش اختناق بود، در این صورت وظیفه یک نیروی سیاسی ملی و مردمی در مقابل این راهبرد ضد مردمی خمینی چی باید باشه؟ یعنی یک نیروی مردمی در مقابل شعار جنگ جنگ اختناق خمینی چی باید میکرد؟ آیا باید به درخواست خمینی تن میداد و در خدمت اهداف اون در میومد؟ کما اینکه خیلی از گروه‌های مدعی هم همین کارو کردن، یا اینکه در مقابل این شعار سفارایی میکرد و البته قیمت میکرد.